به برنامه آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه ترشی بندری هستش. ترشی بندری یکی از ترشی های سنتی و قدیمی ایرانیه که اصالتش برمیگرده به جنوب کشورمون. ترشی بندری به دلیل اینکه در تهیه اون از ادویه و طعم دهنده های زیادی استفاده میشه، علاوه بر اینکه طعم خاص و بسیار خوبی داره، عطر و بوی مطبوعی هم داره. موادی که برای ترشی بندری استفاده میکنیم شما میتونید کم و زیاد بکنید، یا حتی بعضی از سبزیجاتی رو که عطر و طعمش رو دوست نداره میتونید حذفش بکنید. مواد مورد نیاز که شامل گل کلم میشه، بادمجون، فلفل سبز تند، هویج، سیب ترشی، خیار، گوجه فرنگی، کرفس و پیاز ریز که مخصوص ترشی هستش. سبزی های معطر که شامل مرزه، گشنیز و ترخون میشه در این ترشی. موسیر نیاز داریم، سیر، تمر هندی و رب انار ترش. ادویه هاش هم که شامل نمک، زردچوبه، پودر فلفل قرمز، پودر فلفل سیاه. چند تا ادویه دیگه داریم که شما میتونید از ادویه ترشی استفاده بکنید یا از پودر جوز هندی، سیاه دونه، گلپر و تخم گشنیز. برای معطر شدن میتونید از سبزی های خشک هم استفاده بکنید که سبزی های خشک شامل مرزه، ترخون و پودر نعنای خشک میشه که اون بستگی به تمایل شما داره. سرکه هم به اندازه نیاز. برای که راحت تر پوست پیاز کنده بشه چند دقیقه داخل آب خیسش میکنیم. موسیرا رو از قبل داخل سرکه خیس میکنیم. سبزی های معطر رو هم بعد از اینکه خوش شدن ریز خوردشون میکنم. گوجه فرنگی ها رو به شکل پوره در میاریم. برای اینکه عصاره تمر هندی رو بگیریم، تمر هندی رو داخل آب ولرم خیس میکنیم و از صافی عبور میدیم. دو سه بار این کار رو میکنیم تا کامل عصارهش گرفته بشه. سبزیجات رو بعد از اینکه خوب شستیم میایم به شکل نگینی ریز خورد میکنیم. گل کلم، هویج، خیار رو با پوست خورد میکنیم. سیب زمینی ترشی رو هم به همین شکل تمیز میکنیم، بعد با پوست خورد میکنیم به شکل نگینی. پیاز من چون اینجا پیازم ریز بوده دیگه خوردش نکردم، به همون شکل بازو گذاشتم. بادمجون رو هم با پوست خورد میکنیم. کرفس رو هم نگینی خورد میکنیم. سیر رو هم بعد از اینکه پوست کندیم خورد میکنیم. فلفل سبز تند رو هم همینجور. موسیر رو هم بعد از خیس کردن ریز خوردش میکنیم. عصاره تمر هندی رو هم که گرفتیم آماده است. حالا ما میتونیم به دو روش این ترشی رو درست کنیم، بستگی به زمان و وقتمون داره. یه روش اینه که مدت طولانی تری زمان میبره تا ترشیمون آماده میشه که ما اصلا اینا روی حرارت قرار نمیدیم، همه رو با هم تمام موادی که داریم رو با هم مخلوط میکنیم، داخل یه شیشه تمیز میریزیم و روش سرکه میریزیم. یه روش دیگه که الان بهتون نشون میدم به چه روشی و این مدل ترشی خیلی سریع و فوری آماده میشه، دو سه روزه میتونید استفادهش کنید. گوجه فرنگی همراه با یک پیمانه سرکه رو میذاریم روی حرارت تا به جوش بیاد. پوره گوجه فرنگی و سرکه که به جوش اومدن و یه مقدار یکی دو دقیقه که جوشیدن، میام عصاره تمر هندی رو که آماده کرده بودیم همراه با رب اناری که داشتیم بهش اضافه میکنم. شما تو این مرحله اگه دوست داشتید میتونید یک قاشق رب گوجه فرنگی هم بهش اضافه بکنید. البته بستگی به میزان ترشیتون داره.
اجازه میدیم تا اینا یه مقدار غلیظ بشن، یه دو سه دقیقه باید به همین شکل بجوشه. مقداری که غلظت پیدا کرد میایم از سبزیجات سختمون شروع میکنیم. ابتدا میایم هویج نگین خرد شده رو اضافه میکنیم. بعد سیب ترشی، کرفس نگین خرد شده، البته ساقه کرفس میذاریم دوباره به جوش بیاد. بعد میایم گل کلم و پیاز رو اضافه میکنیم. بعد میایم بادام جون و خیار رو که خوب کردیم از همه نرمتره در انتها اضافه میکنیم. گل کلم، خیار، بادام جون نباید زیاد نرم بشه، گل کلم و هویج و اینا باید زیر دندون بیاد. بعد میایم سیر خرد شده رو اضافه میکنیم، موسیر و فلفل تون. بارزترین مشخصه این ترشی تون بودنشه، البته باز سلیقه ای هست. بعد میام ادویجات مختلفمون رو اضافه میکنیم، نمک و زردچوبه و فلفل قرمز، فلفل سیاه. بعد میایم بقیه ادویه رو، تخم گشنیز و پودر جوز هندی و با سیاه دونو اینا رو اضافه میکنیم. بعد سبزی های خشکمون رو اضافه میکنیم و حرارت رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم این مواد سرد بشه. بعد از اینکه مواد سرد شدن میایم سبزی معطری که قبلا خرد کرده بودیم اضافه میکنیم. خوب اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنم. تمرندی و رب انار رنگ این ترشی رو یه مقدار تیره میکنه، ولی باعث خوش طعم شدن و خوش عطر شدن این ترشی میشه. تمام مواد آماده شده، اون رو داخل یک شیشه استریل تمیز و خشک می‌ریزیم. بعد از اینکه شیشه پر شد سرکه می‌ریزیم روی ترشیمون، البته نیاز به سرکه زیادی نداره. بعد میایم درش رو محکم می‌بندیم. اگر دیدیم در شیشم رو محکم نمیشه، میرم از یک نایلکس استفاده میکنیم، نایلکس رو رو درش میذاریم و محکم در شیشه رو میبندیم، داخل یخچال قرار میدیم. حدود 3 روز بعد این ترشی آماده است، ولی با روش اولی 20 روز بعد ترشیمون آماده میشه. ترشی بندری بعد 3 روز آماده شد. امیدوارم شما هم این ترشی خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون از خوردنون لذت ببرید.
خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.